دوستان سلام به محور امشب با من بهرام امان خوش آمدید. فقیرالله فایق یکی از عالمان دین با انتقاد از بدور ماندن دختران از آموزش این تصمیم امارت اسلامی را به چالش کشیده. آقای فایق دومین روحانی است که پس از مزدود شدن مکتب های دخترانه دوره های متوسطه و لیسه مخالفتش را اعلام می کند. در هفته روان مولانا خواجه جلیل الله مولوی زاده از عالمان دینی دیگر کشور در فتوای افزوده بود که از دیدگاه اسلام دختران اجازه دارند تا علوم عصری را آموزش ببینند. الحمد لله و صلات على اهلها، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دی افغانستان دی اسلامی امارت د دارالافتاء د محترم ریاست مقام نه د شیخ فقیر الله فائق د کابل د ولایت د پغمان د ولسوالی اوسیدونکی، سابق د جامع فاروقی پیښور حیات آباد د حدیثو خادم، او اوس د جامع نعمان ابن ثابت د ارزان قیمت د کابل کې د حدیثو د شعبې استاد او مدرس استفتا. گرانا مشرا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اسلام په دنیا کې د ټولو ادیانو نه اول نمبر ترقی پسند مذهب دی. اسلام همیشه د جهل او د استبداد او د ظلم تیارې په عدل روښانه کړي دي. اسلام کې نه افراط شته نه تفریط. زه صرف یو خبره کول غواړم چې د افغانستان دا د مسلمانانو په وینو باندې آزاد شوی دی او نورو وینو ته به هم ضرورت وي. نو عرض مې دا کوو ستاسو د ادارې نه چې نن سبا افغانستان کې ډېره هله ګوله ده، دا د ښځو مکاتب بند شوي دي او دا رنګ دروازو کې خلق ولاړ دي کې چا ګیره لنډې چا اوږدې څوک یو خواشړي څوک بل خواشړي. نو د اسلام شریعت خو دلایل زه اوسو تاسو نه استفتا کومه، یو زه نه یم بلکې د افغانستان چې څومره شیوخ دي څومره علما دي، دا څلوېښت میلیونه افغانستانیان مسلمانان د دوی په نمایندګۍ به تقریبا یو لس لکه خو به شیخان علما وي. د دې ټولو باندې زما دا آواز ده چې د افغانستان کې اسلام راغلی دی، د اسلام په نوم باندې ودان شوی دی، د اسلام په نوم باندې مغک کړی دی، او نعم المشورة و بئس الاستبداد د علي صاحب قول دی، او دارنګه چې کوم دی دا خو مشورې دي، دا دین خو جوړ په مشورو ده. نو عرض مې داسې کولو، عرض مې دا کولو تاسو نه مې تپوس کوو په باره د دغې مکاتبو بندېدلو کې چې دې کې کوم دلیل باندې دا مکاتب بند شوي. یو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د عمر ابن مهاجر ته یو خط ولیکه، په خط کې لیکلي و: اذا رأیتنی قد ملت عن الحق فزع يدك في تلباب ثم هزني ثم قل یا عمر ما تصنع. بل ځای بیا یې حضرت میمون ابن مهران ته لیکلی دی، میمون ابن مهران وی: ولانی عمر ابن عبدالعزیز قال لی ان جاءک کتابی بغیر الحق فضرب به الحائطه. او دارنګې نبی پاک علیه الصلاة والسلام ښځو ته مستقل حقوق ورکړي. سورت نساء وګورئ، سورت نور وګورئ، نبی علیه السلام د جمعې په ورځ باندې او د اختر په ورځ باندې ټولو ښځو باندې امر کړی چې مانځه ته راځئ، جمع ته راځئ، خو اخر سب کې ودرېږئ. حتی چې کومې ښځې محوري بیمارانې وي، هغوی ویلې مونږه ویلې تاسو هم راځئ، خیر د مونځ مه کوئ، څنګ ته کښېنئ، خو راځئ به خامخا. او دارنګې حضور علیه الصلاة والسلام ته بیبیانې راغلې چې زمونږ خو د پردې پړونې نشته څه وکړم. حضور علیه السلام ورته ویلې چې تل هغه دا هغه جلباب د بلې ښځې دوه په یو کې راشئ، خو راځئ به.
التا ټینټ او التا پردی خو لګیدلی نه وي خو شاته ناستې وي. پیغمبر علیه السلام باندې به بیبیانې بیبیانو ته امر وکړ چې صحابه کپړې جامې نشته، کله چې دوی سجدې نه اوچتېږي دا نران. ښځو ته امر وکړ چې تاسو زر سرونه مه اوچتوئ چې د هغې عورت ښکارېږي. نو دلته خو پرده نه وه کنه، خو عورتونه ښکارېده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یسرو ولا تعسرو وابشرو ولا تنفرو. دې په ذیل کې تاسې تمام د احادیثو کتابونه وګورئ چې د دې څه مطلب دی. یو صحابي راغی نبی علیه السلام په جومات کې میتازې وکړې ګولم په مخ، صحابه ورته غوسه و. نبی علیه السلام ویلې پرېږدئ پرېږدئ مه کوئ، تاسو خو معلمین یئ. نو عرض مې دا کولو زما وروره محترمانو مشرانو علماو بزرګانو، زما دا آواز د دارالفتا ده، ریاست دارالفتا نه دا مطالبه ده چې هر وخت په افغانستان کې یا په بل ملک کې کله یو مشکل راغلی علما دغه ساحل ته وردنګلي. زمون حکام ډیر محترم معزز قابل قدر احترام ولا خلق دي، خو علما وزیران دي. علما به هغه هغه هم اخوة الراشدون فقاوی چې دا عوام ایتیمان دي، او دارنګه چې دا علما پلاران دي، دا حکام پلاران دي، او دا علما چې دي د اخوة الراشدون دي، دي بنې غلارې ورته خي. زما محترمه مشرع، په دنیا کې درې غټه غټې ادارې دي اسلام قائم او دائم دي، چې یو رابطه عالم اسلامي دی، یو جامع صغر دی، یو دار العلوم دیوبند دی، او په پاکستان کې لوی لوی ادارې دي، جامع نیو آن کراچۍ، دار العلوم کراچۍ شو، نیو ټاون شو، دار العلوم حقانیه. د دې ټولو نه چې پته وغواړي په باره د دې اوناسو د درسونو کې، دا هغه به بالکل بله خبره به درته کوي چې بالکل تعلیم جایز ده. هغه تعلیم ناروا ده چې سحری دمتوب ورښودل وي، یا فحش او کنجري ورښودلي، یا هلته غونډه بازي ورښودلي. دا خو جغرافیه ده، ساینس ده، ټیکنالوجي ده، او طب ده. زه خپله مخکې د دغه مخکني تحریک نه مخکې په دوه نوي کې زه د دې پوهنتون د شریعت استاد وم، هغې کې څه تعلیم څه ناروا ده. دویمه دا دی چې اوس که یو سړي ته موږ وایو چې ته به درې ورځې نران راځئ دغه ځای ته، درې ورځې ښځې، په اسلام کې دا بدیل نه لري. دا اسې دا اسلام کې ګورئ، د اسلام دیارلس دلایل اسلام لري، دیارلس. څلور اتفاقي دي، قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس. او اوه اختلافي دي چې عرف دی، استصحاب الحال دی، سد و ذرایع دي، مصالح مرسله دي، قول د شرایع او صحابي ده، شرایع من قبل نادي. نه دا اختلافي دلایل اوه دي، په دو ولې د فتوا ورکوي؟ دا خو قابل اعتبار اکثره نه دي. نو عرض مې دا کولو محترمه مشره، زما به دا خبرې اوږدې. زه خپله فی الحال موږ پنځلس شیوخ راغلي وو دا ریاست استخبارات کې ترجمې کو، فی الحال په ترجمو اخته یم. ښه مې پېژنم، تام پېژنم، تاسو هم پېژنم. خو د تاسو د مایکروفون د لارې نه ما چې دا تعارف انټروډکشن وکړه، په دې خاطر باندې څوک مې نه پېژني، امید یې پېژني. زما دا آواز اول نه دی او نه دا اخر دی، دا به دوام لري. علماو باندې زه دا غږ کوم چې دغه درې وړه غټې ادارې دي، هغه پرې رد نه کوي. نو د یو سړي د بل سړي په یو ګل خو نه پسرلی کېږي. باید علماو مشرانو ته، زما دا شیوخو ته دا اطلاع دی چې زمونږ خویندې او میندې چې دلته دي، هغوی چې تعلیم حاصلوي په خپله پیسه، په حجاب کې حاصلوي، په پرده کې حاصلوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به چې تقریر بیبیانو ته کولو یا صحابهو کولو، هلته خو پرده لګولې نه وه، خو دغه ښځو به پرده کړې وه، بس خبره نوره خلاصه وه. په کلبونو کې، په هوټلونو کې، په موټرو کې، په لاریو کې، هر چېرته ښځې ځي. اوس په هر یو باندې خو موږ پنجره نشو راتاولی. زما محترمو مشرانو، عرض مې دا دی دارالفتا دی تا له لارې نه، زه دا لیکل نشم کوی چې دلته ترجمه کې بند. دا زما خبره به تاسو ولیکئ باقاعده. یو حسن لعینه دی، یو حسن لغیره دی، یو قبیح لعینه دی، یو قبیح لغیره دی. د اصولو او حدیث په ټول امت مسلمه کې ما بل اتفاق جایز دی، او په فقه کې اختلاف د څوک یو فقه ونی سو قبله. دغه علم چې دی دا جهاد، دا قبیح لعین، دا قبیح لعینه دی، خو ولی حسن دا لعلاء کلمة الله. دغه رنګ چې کم دی دا زکات، دا لوجه د صد فقیر دی، احتیاج دی وجه نه دی.
اوس ډیر ناروا کارونه دي اسلام هغې ته د جواز فیصله ورکړي دا خو له بره سره روا ده دي کې ولې دي دا د ناجواز پتوا دا ورکړي چا دی څوک یې ورکوي ولې ورکوي دلیل یې څه دی موږ سره خو یې دلایل الحمدلله بوجې ډکې دي زه د دغو ښځو نماینده وکیل صفایي نه یم زه یو خیرخوا مصلح ورور یم او د کشرانو پلار یم نو عرض مې دا د ټولو شیوخو ته موږ به دا خبره چپ کیږو نه دا اسلام کې د اسلام دا معنا نه دی چې خلک دې راپاسیږي تالی د دوی سره یو د دوی خولې ته د کلپونه واچوي دا به بالکل امکان د دې نه لري حضرت عمر به په سپ ودرېده کشرانو صحابه به پې باندې ردونه کول هغه به جوابونه ورکول زموږ امیر المؤمنین حفظه الله عالم دی حافظ دی مجاهد دی د مجاهد کورنۍ ده او د مجاهد په ګدۍ ناست دی چې راشي موږ به ګو دا به کله راځي دا خو به سل کاله تیر شي د خلکو د ملت په سترګو کې خاورې به ناچو رورې صفا خبره دغه ده د ښځو مکاتب کوپار موږ پورې خاندي کوپار موږ په رسمیت موږ ته وحشي خلک وایي په وجه دې دي چې موږ هغه مطلبي شی پرېږدو غیر مطلبي باندې ټول لګیا وي اوس پرون زه تلم په دې لاره باندې دا خبرې خو خیرانه اوږدې شوې حضرت دارالافتا رئیس صاحب دا زما خبرې چې څونه دي دا ما په هغه کې وکړې تاسو ولیکئ او بیا ما ته لیکلي او دا به زه انشاءالله نورو ملګرو سره شیر کوم دنیا سره دا زما خبرې به انشاءالله له اسلام قلعه نه تورخمه پورې او د حیدر د ایدر باندې تاسو ورته حیرتان نه نیولې تر بولانه پورې د ټولو علماو باندې زما د غږ دی نن سبا افغانستان او دا دنیا یو کلی دی یو نړۍ دی میډیا دی نن سبا الکترونیک زمانه ده نن سبا د سپیشلایزیشن دور ده دا ښځې ولې جوړوي دا ماشومان یې ولې جوړوي دا مسلمانان ولې په ځان باندې خندوي دې کې څه مشکل دی څه پیښه ده د قندارو خبره چې دا ښځې د سبق نه وي او نور دې ګرځي پک ارځای دې ګرځي بار ملکونو ته زمونږ د لاسه چې لاړې شي نه په ځای کې چې کمې ناروا ګانې کوي دا نفع چې کم شو په دې هغو کې د دې لاس پرې کولو کې او تغریب عام دا تغریب العام په زنا کې حضرت عمر صاحب یو له ملک نه ولېږه هلته صحیح شه بیا د ویلې تغریب العام به نه کوم دا خو موږ په زوره خلک تغریب العام کوو زما محترم وروره دغه زما دلایل دي او دلایل به انشاءالله وروسته هم دومره په زرهاو دلایل در لېږم نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ډیر کارونه داسې نه دي کړي چې په هغې خلکو باندې برنګ خطې کېدل د بیت الله شریف هغه دروازې دوه هغې سره یوه باندې پرېښوده ورکه چې اختلاف ته جوړ شي زما دغه دلایل ته در سره لنډ لنډ ولیکه شارټ کټ مې درته ووې او ما ټولو علماو سره خبره کړې دا اواز به موږ اوچته وو که یو ځای کې یوه ښځه ولې دې ته مجبورېږي چې هغه باندې راوځي احتجاج وکړي کاغذ یې لاس کې نیولی ا سره د قران او حدیث دلیل نه موږ سره دلیل یې پچ پاتې ولې باید زه خپله راځي شم د دې ښځو ضروري مزې مشر یم زه سپینګیر یم زه د قوم د ملت علاقې اوسیدون کیم هغه ولې راځي کی شاید تعلیم کوي په خپل پرده کې په خپل حجاب کې په خپل عزت سره په خپل پیسو سره ولې تاسو صد باب واقع کوي ولې دا ناروا کوي ولې دا خلک ځان ته دشمنان جوړوي دغه زما خبرې وي ستاله میکروفون لارې نه کوشش او زیات کوشش ثم زیات کوشش چې زمونږ علما آزاد وي مستقل مزاج وي او خدای او قران ته سلندر وي د مشر او د کشر او د بلچا د فرمایشونه باید د عریو خالی وي روري از په خپل په دې ملک او شیګم د مې ملک د دامې زائد 15 شکاله بعد راغلې مزای ته راغلې زما په خپل ځای باندې د سیاب خاینانو له طرف نه ما په ځای باندې جمعات جوړ کړی اوس هم په باندې او باشان پراته دي زه کولای شم چې دا اوس دستي د غیب په دې سرو باندې لرګي مات کم خو حق نه ورته کوم یو امارت لرم یو مشر لرم یو کشر لرم دا کار د دارو الافتا دی که دارو الافتا نه را خطا شوه بیا به موږ سترې محکمې سره سره له دلایلو نه خبره کوو که هغې نه را خطا شوه بیا به موږ امیر المؤمنین ته ډایرکټ ځو او رئیس الوزرا ته ورځم دا ټولو ته ورځو وزارت داخلیه ته ورځم چې څونه غټې دروازې دي دا به ډبو ښه نو چې ډبو یې له هغې نه موږ ته به داسې دلایل سخنان آقای فقیرالله فائق بود که شنیدین و در این رابطه بحث هم داریم با آقای سید عبدالله احسانی رئیس اجرایی مجموعه علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان اینجا در استودیو که آقای احسانی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای احسانی با توجه به اینکه بگونه رسمی هنوز از طرف امارت اسلامی گفتن نشده که دختران هیچ گاهی نمیتونن به مکتب برند
البته منظورم دختران بالاتر از صنف 6 است. این سخنان آیا مخالفت گفته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستندرکاران تلویزیون خوب شما. ملت مجاهد، قهرمان و استکبار ستیز افغانستان و همه بینندگان محترم، شما ببینید که خدای لایزال اولین پیام را که به پیغمبر نازنین اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میته، در این پیامش میفرمایه اقرا، بخوان. آغاز کلام وحی با خواندن آغاز میشه و خدای لایزال به پیغمبرش دستور میده که بخوان. از لازمه این دستور پیداست که در پشت این فرمان پروردگار عالم حتما مصلحت خوابیده است. پیغمبر بخوان و برای مردم هم بیاموزان. پس بنابر این از لابلای این کلام وحی پیداست که خواندن و آموختن و آموزیدن نقش به سزای دارد در راستای امورات سیاسی، امورات اجتماعی و امورات فرهنگی. بنابراین هیچ وقتی در دستورات خدای لایزال و پیغمبر نازنین اسلام طبقی اوناس مستثنا نشد. پیغمبر اسلام هم در که بزرگترین مفسر و اولین مفسر قرآن کریم هست میفرماید که اطلب العلم من المهد الى اللحد، از گهواره تا به گور دانش بجوی. و این دستور دستور عام است، هم شامل ذکور میشه و هم شامل اوناس. ولی چرا امروز هرچند قسمی که یاد کردم به گونه رسمی چیز در این مورد گفتن نشده؟ چرا وضعیت به اینجا کشید؟ آیا تعابیر از آیات که شما خواندین متفاوت است؟ هر وقت که یک انسان بخواهد موفقانه از یک دریای کلان عبور کند، می طلبد که یک چند قدم به عقب بره تا خوب بتواند به سرعت بدوه و از این دریای بزرگ بپره. امارت اسلامی که تا صنف 6 دستور داده برای طبقه اوناس میتونه درس بخونه، ولی بالای به اصطلاح صنف 6 الی صنف 12 نیاز به یک میکانیزم اساسی دارد که اون میکانیزم اساسی در چوکات اسلام مطابقت داشته باشد و اون میکانیزم وقت کامل شد حتما دستور باز شدن مکاتب بالای صنف 6 را هم مسئولین امارت اسلامی و دولت مردای ما صادر خواهد. اگر این میکانیزم چی است که وجود نداره؟ خب دختران حجاب دارن، آموزگاران زنان هستن، صنفا جدا است، مکاتب جدا است، پس چی است میکانیزمی که باید در نظر گرفته شد؟ خدمت شما عرض شده که هنوز چون در حکومت قبلی متاسفانه میکانیزمی که مطابقت داشته باشد با دستورات اسلام نبود در بین خانم‌ها و بین دخترای جوان. فعلا هم شما دیدین که دخترها وقت وارد به اصطلاح صنوف مکاتبشان شدن، البته 80% حجاب اسلامی را رعایت میکردن و حجاب اسلامی را داشتند، اما 20%شان هنوز متاسفانه با دستورات اسلام حجابشان مطابقت نداشتن. بنا علی هذا مسئولین امارت اسلامی تصمیم گرفتن که یک چند روزی توقف بده
و مکاتب بالای صنف 6 را باز نکنه تا دستورات لازم را برای والدین، برای شاگردان که در مکتب حاضر میشه برای اونها بدهه و اونها با حفظ حجاب اسلامی انشالله وارد صنف مکتب شد. این کار در یک روز ممکن نبود که دانشجویان که حجاب به گفته شما چندان نداشتند برشان فهمانده شود که خب این حجابی که تو کردی درست نیست، لطفا این گونه بیا. این یعنی نیاز به این زمان داره که چندین روز تا امر ثانی که نامعلوم است باید متوقف باشه؟ البته این دستور در قسمت حجاب خیلی زمان بر نیست، ولی که صنوف طبقی اوناس را از ذکور جدا کند و در شرایط فعلی امکانات آنچنان هم وجود ندارد، بنان لحاظا نیاز بیسته که یک چند روز تعطیل بمانه مکاتب تا اینکه بتانه تمام برنامه ها و نیازمندی های به اصطلاح شاگردان ذکور و اوناس را انشالله فراهم بکن. همین حجاب که شما از او بستر مطرح ساختین خودش هم زیر سوال است. حجاب یعنی چی؟ یعنی چه نوع پوششه؟ چادری؟ حجاب شما ببینید، حجاب در تعبیر اسلامی ما داریم که به اصطلاح آیه قرآن است، میفرماید زنها وقتی در اجتماع وارد میشن، در دفاتر دولت و در مکاتب وارد میشه جلباب داشته باشه. جلباب یک سرتاسریه که از سر تا به پای به اصطلاح بانوان و خانمان را بپوشاند. منظور دولت مردا و امارت اسلامی هم این است که دخترای جوان بالای صنف 6 وقت وارد مکتب میشه فقط در چوکاتی که اسلام و شریعت و دین دستور داده هست، در اینمی چوکات به اصطلاح پوششش مطابقت داشته باشه دیگه هیچ انشالله مشکلی نداره. شما میبینید که در صدر اسلام هم پیامبر اسلام در دوران پیغمبر نازنین اسلام زنها وارد سیاست شد، وارد اجتماع شد، وارد موضوعات علمی و فرهنگی شدن، اما پیغمبر اسلام صدا کرد که همه کارا رو میتونه، کار سیاست، کار تحصیل، کار تدریس، سخنرانی و آموزگاری، منتها با حفظ حجاب اسلام. این دستور دستور اسلام است و دستور پیغمبر است و امارت اسلامی هم به عنوان یک حکومت اسلامی از این قاعده فعلا نمیتونه مستثنا بوده باشه. سر تا پا پوشانیده باید باشن، درست است؟ دستا هم معلوم شود؟ مشکل نداره. صورت هم معلوم شود؟ مشکل نداره. مگر این گونه نبوده؟ بعض 20% شاگردان اینطوری نبود. شما به عنوان رئیس اجرایی مجموعه علما و متنفذین اهل تشیع بسیار با اطمینان میگین که امارت اسلامی دستور خواد داد که دوباره مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 باز شود. با امارت اسلامی در ارتباط هستین؟ بله، ما با امارت اسلامی، با بزرگای امارت اسلامی در تماس هستم و ای که ما به اصطلاح بسیار با قطع و یقین یه حرف میزنیم دلیلش این است. حکومت اسلامی است. دولت مردان ما هم سکونشینان تأثیرگذار سیاسی اسلامی است. هر دستوری که دین داده باشد و اسلام داده باشد و مخالف و مغایر با فرمایشات قرآن نبوده باشد، امارت اسلامی الا اولا بود دستورات پیغمبر و اسلام و شریعت را قبول میکند. خب مثلا این دختران که امیدوار هستند که دوباره مکاتب برایشان باز شود چقدر دیگر منتظر باشن؟ خیلی زمان طولانی نمیبره، خیلی زمان بر نمیشه. ما امیدوار هستم انشالله با یکی دو هفته دیگر به یاری خدا مکاتب بالای صنف 6 باز خواهد شد و دخترها انشالله به مکتب حاضر خواهد شد. همین پیامد تأخیر در آغاز دروس دخترها چی است از دید شما؟ ما پیش از این که پیامت منفی تأخیر را بگوییم، مصلحت آماده سازی شاگردان طبقه اوناس را با میکانیزم اسلامی خدمت شما عرض میکنم. او ایست که
یک هفته اگر تأخیر بمانه و تأخیر بیفته تحصیل خیلی پیامد سوء نداره. مصلحت عزیزی که به اصطلاح دخترها شاگردان عزیز خواهران ما خود را عیار بسازه با دستورات اسلام، با فرمایشات پیغمبر، با مکانیزم اسلامی، این مصلحتش بالاتر است از یک هفته یا دو هفته تأخیری که به اصطلاح به دروس از اونا وارد میشه. و خیلی کوتاه آقای احسانی، چطور باید آغاز شود دروس که مؤثر واقع شود، هم طرف امارت اسلامی راضی باشه و هم دانشجویا؟ خدمت شما عرض بکنم که من میخوایم یک کمی یک تبصره داشته باشم. بلازری یا بخاری در یکی از کتاب خود میفرماید که در جلد 4 صحیح بخاری میفرماید که پیغمبر اسلام بعد از جنگ بدر، اسیرای وقتی از مشرکین گرفتن، فوراً برای اونا دستور دادن که هر کسی هر کدامی از شما اگر به اصطلاح 10 نفر از مسلمانان را سواد بیاموزاند ما او را آزاد میکنیم. بله. و این بیانیه وقتی دستور وقتی ابلاغ شد در بین همه به اصطلاح مشرکینی که سواد را بلد بودند و پیغمبر اسلام این کار را عملی کردند، هر کسی که دستور به اصطلاح درس میدادند برای مسلمین اونها را آزاد میکردند. این معلوم میشه که اهمیت درس و تعلیم تشکر خیلی به اصطلاح فوق العاده حائز اهمیت و ارزش داره. در اصطلاح میخوایم آقای احسانی، فرصت تمام است دوستا، ادامه محور پس از وقفه کوتاه.